آل زبیر چگونه به قدرت رسیدن؟ سلام دوستان به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم در تاریخ اسلام خلافت ها و حکومت های زیادی وجود داشتند که در بره هایی بر بخش های از سرزمین های اسلام حکمرانی می کردند و نام خود را در تاریخ اسلام ثبت کردند یکی از همین حکومت ها خلافت آل زبیر بود که توسط صحابی زاده مشهور عبدالله ابن زبیر ابن عوام تأسیس شد ما در این ویدیو قرار به ماجرای شکلگیری و قدرتگیری این دولت بپردازیم پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره آل زبیر یا خاندان زبیر به فرزندان زبیر ابن عوام ابن خویلد پسر امه و صحابی محمد پیامبر اسلام و برادرزاده خدیجه همسر محمد گفته میشه که به دلیل تشکیل حکومت آل زبیر در مقطعی از تاریخ اسلام مشهور شدند. به گزارش ابن قطعیبه دینوری در الامامت و سیاست و تاریخ یعقوبی پس از مرگ معاویه عبدالله ابن زبیر فرزند ارشد زبیر و مؤسس خلافت آل زبیر از بیعت با یزید ممانعت کرد. بنابر برخی گزارش ها ابن زبیر ابتدا وجود حسین ابن علی را در حجاز مزاحم خلافت خود میدید. زیرا مردم تا زمانی که شخصی مانند حسین ابن علی در حجاز بود که از سوی نوه پیامبر اسلام بود و از طرف دیگه پدرش چهارمین خلیفه راشد بود هیچگاه به عبدالله ابن زبیر روی نمی آوردند در نتیجه هنگامی که ابن زبیر متوجه حرکت حسین ابن علی به سمت کوفه شد وی رو تشویق کرد عبدالله ابن زبیر هم با پیامبر اسلام و دو همسر وی خدیجه و آیشه خیشاوندی نزدیکی داشت. پدرش از صحابه نزدیک پیامبر اسلام بود و وی از برخی امتیازات مانند عضویت پدرش در شورای خلافت عمر برخوردار بود. افزون بر این وی ادعا داشت که عثمان ابن افان با وی درباره خلافت پیمان بسته بود. همه اینها باعث می شد تا عبدالله خود رو به خلافت بیش از اومویان مستحق بدونه و زمین سازی تشکیل یک دولت مستقل رو داشته باشه. نکته ای که لازمه بدونیم اینه که معاویه پس از ترور علی ابن ابی طالب تونست از عبدالله ابن زبیر با تهدید و تطمیع برای خودش بیعت بگیره اما به جانشین خود یزید درباره احتمال تمرد عبدالله ابن زبیر از بیعت با وی پس از مرگ خود هشدار داده بود پس از مرگ معاویه هم یزید به توصیه پدر بلا فاصله ابن زبیر رو برای بیعت زیر فشار گذاشت و حتی وی رو تهدید کرد. عبدالله زبیر هم به مکه و خانه کعبه پناه برد و خود رو آئز یعنی پناهنده به خانه خدا نامید. به نقل از بلازوری در انصاب الاشراف عبدالله ابن زبیر ابتدا خود را آماده بیعت با یزید نشونداد داد اما پس از ماجرای کربلا به صورت تلویحی یزید را برای خلافت نالایه خوند سرانجام یزید به وی دستور داد تا بیعت کنه اما ابن زبیر نپذیرفت امر بن سعید حاکم مکه و مدینه به دستور خلیفه یزید ابن معاویه سپاه کوچکی رو برای بیعت گرفتن با ابن زبیر راهی مکه کرد اما این سپاه از هواداران عبدالله ابن زبیر شکست خورد و مجبور به عقب نشینی شد در این ماجرا فرمانده این سپاه که برادر ناتنی یزید بود به همراه گروهی از امویان به اسارت عبدالله ابن زبیر در اومدند و همگی کشته شدند در این زمان مکه عملا در دست ابن زبیر بود و شهر مدینه هم به سبب واقعه کربلا و ناشایستگی یزید برای خلافت از دید مسلمانان وضعیت ملتهبی داشت و به ابن زبیر متمایل شده بود این مقطع آغاز شکلگیری خلافت زبیریان و آغاز کار عبدالله ابن زبیر بود به گزارش مسعودی در مروج و زهب در این زمان عبدالله ابن زبیر به مردم مدینه نامه نوشت و از اونها خواست تا با وی به عنوان خلیفه مسلمان ها بیعت کنند. مردم مدینه هم با عبدالله ابن مطیع ادوی به نیابت از ابن زبیر بیعت کردند و در پی این اتفاق عثمان ابن محمد حاکم یزید و گروهی از بنی امیه رو از شهر بیرون کردند. یزید ابن معاویه که متوجه خطر جدی ابن زبیر در حجاز شده بود سپاهی رو به فرماندهی مسلم ابن عقبه برای سرکوب وی به حجاز اعزام کرد قوای یزید پس از محاصره مدینه از مردم خواستند تا از یزید تبعیت کنند و برای سرکوب عبدالله زبیر و هوادارانش اونها رو همراهی کنند پس از خودداری مردم مدینه از پذیرش این ماجرا در 28 زیحجه سال 63 هجری دو سپاه مردم مدینه و شام روبروی یکدیگر قرار گرفتند به گزارش برخی از منابع اهالی مدینه از عبدالله زبیر درخواست کمک کردند اما عبدالله که از حجوم شامیان به مکه می ترسید ترجیح داد نیروهای خود را در همونجا حفظ کنه و از اعزام نیروی کمکی به مدینه خودداری کرد به گزارش زهبی در تاریخ الاسلام سپاه شام پس از شکست مردم مدینه به فرمان یزید سه روز جان و مال و ناموس مردم رو بر خود مباه کرد و به قتل عام مردم و برخی از صحابه پیامبر اسلام هم دست زد. بدین ترتیب ماجرای حره رقم خورد که یکی از فاجعه بارترین وقایع تاریخ اسلام بود در این ماجرا فرمانده اول سپاه شام یعنی مسلم ابن عقبه بر اثر تب و لرز شدید مریض شد و درگذشت پس از این اتفاق حسین ابن نمیر سکونی فرماندهی سپاهیان شام را بر عهده گرفت و پس از متی کردن مدینه برای سرکوب ابن زبیر و هوادارانش راهی مکه شد عبدالله ابن زبیر و یارانش از سیزده همه سفر سال شست و چهار تا چهل روز پس از مرگ یزی در چهارده همه ربیع اول همون سال در محاصره قوای شام بودن در جریان این نبرد ابن زبر در مسجد الحرام مستقر شده بود و شامیان بر بلندی ها و کوه های مشرف بر مسجد الحرام منجنیق نصب کردند. سپاه شام با گوی های آتشین خود عبدالله ابن زبیر و افرادش را زیر آتش سنگین گرفتند. سرانجام سنگ های منجنیق به کعبه خوردند و پرده های میان رکن یمانی و حجر و همچنین چوب های ساج بنای کعبه همگی آتش گرفتند. یعقوبی گزارش کرده که پس از این حادثه ابن زبیر آتش را خاموش نکرد تا به وسیله اون احساسات مردم رو بیش از پیش بر علیه یزیدیان تحریک کنه به نقل تاریخ هم گروه ها و دسته های گوناگونی در این جنگ در کنار ابن زبیر با انگیزه دفاع از مسجد الحرام جنگیدند که از جمله اونها دویست حبشی بود که پادشاه حبشه برای دفاع از کعبه به اونجا فرستاده بود نتیجتا سپاه شام موفق به شکستن مقاومت ابن زبیر و مردم مکه نشد چهل روز بعد از مرگ یزید خبر به سپاهیان شام رسید و این سپاه بدون موفقیت از محاصره دست کشید. به نوشته کتاب تاریخ خلیفه عبدالله ابن زبیر رسما در نهم رجب سال 64 هجری و پس از فراقت از محاصره شامیان مردم را به بیعت با خود دعوت کرد. گفته شده که پس از مرگ یزید خلافت ابن زبیر در شام هم طرفداران مهمی پیدا کرد و حتی حسین ابن نمیر فرمانده سپاه شام هم پیش از حرکت به سمت شام از عبدالله زبیر خواست تا از آنچه گذشته مانند واقعی حر چشم پوشی کنه و به همراه وی برای گرفتن خلافت به شام بیاد اما ابن زبیر بنابر دلایلی نپذیرفت با مرگ یزید مردم بیشتر ممالک اسلامی از جمله دمشق، کوفه، بصره، یمن و نواحی مختلف خراسان با نمایندگان عبدالله ابن زبیر به نیابت از وی بیعت کردند و اکنون خلیفه زبیری جدی ترین مدعی خلافت در جهان اسلام بود. ابن زبیر پس از رسیدن به قدرت شدیدن بر وابستگان اومویان سخت گرفت و اونها رو از مکه بیرون کرد وی حتی در اقدامی سعد غلام اطبت ابن ابی سفیان رو با حدود پنجاه نفر از اومویان در محدوده حرم به قتل رسوند کاری که با اعتراض شدید عبدالله ابن عمر و ابن عباس روبرو شد به گزارش ابن اعصم کوفی در الفتوح و, و بلازوری در انصاب الاشراف رابطه ابن زبیر با هاشمیان هم مثل بنی امیه تیره و تار بود محمد ابن هنفیه در مقابل درخواست بیعت ابن زبیر پاسخ مثبت نداد و اتفاق نظر همه مسلمانان را شرط بیعت کرد شرطی که اساسا دست نیافتنی بود در مقابل هم عبدالله ابن زبیر در خطبه ای به علی ابن ابی طالب توهین کرد و محمد حنفیه هم خطبه ای در اعتراض وی بیان کرد و قریشیان را به واکنش فراخوند ماجرای اصرار عبدالله زبیر بر بیعت محمد حنفیه به همین جا ختم نشد و همچنان ادامه داشت و پس از قیام مختار در کوفه و اخراج ابن متی حاکم زبیریان در کوفه وی بار دیگه محمد حنفیه رو زیر فشار گرفت و این بار وی و یارانش رو در حجره در زمزم زندانی کرد و گفت با خدا عهد کرده که اگر ابن حنفیه بیعت نکنه وی رو در این مکان گردن میزنه در پی این سخنان ابن حنفی در نام ای به کوفه از مختار سقفی درخواست کمک کرد و مختار هم گروهی را به مکه فرستاد در حالی که ابن زبیر اطراف محل حبس محمد حنفیه را برای آتش زدن هیزم گذاشته بود این گروه 150 نفری اعزامی از کوفه با شعار یا لسارات الحسین وارد مسجد الحرام شدند و زندانیان را آزاد کرد سه روز بعد از کوفه قوای کمکی رسید و بدین ترتیب محمد هنفی تونست از مسجد الحرام بیرون بیاد و به همراه یارانش تا زمان قتل مختار در شعب علی اقامت کرد پس از اون اونطور که تاریخ به ما میگه میان عبدالله ابن زبیر و محمد هنفی هم همواره در گیری و اختلاف بود به نقل از طبقات ابن سعد عبدالله ابن زبیر پس از رسیدن به قدرت بنی امیه از جمله مروان ابن حکم که در اون زمان بیمار و سال خورده بود و پسرش عبدالملک را از مدینه اخراج کرد و همین باعث شد تا مروان به عنوان خلیفه رقیب ابن زبیر در شام میان بنی امیه و طرفدارانش عرض اندام کند مروان موفق شد در نبرد مرج راهت در زیحجه سال 64 بر هواداران شامی ابن زبیر چیره بشه و با کشتن زحاک ابن قیس در زمانی کوتاه قدرت عبدالله زبیر در شام رو به پایان برسونه مصر هم در سال 65 هجری به دست مروان از سلطه ابن زبیر بیرون اومد و بدین ترتیب زمینه احیای مجدد امویان فراهم شد. پس از مرگ مروان و رسیدن عبدالملک ابن مروان به قدرت عبدالله ابن زبیر از مراسم حج برای تبلیغ علیه امویان و بیعت گرفتن از حاجیانی که در مراسم روز عرفه و ایام منا شرکت می کردند با یاد کردن از لعنت پیامبر اسلام بر حکم ابن عبل آست جد عبدالملک و دودمانش شامیان رو به سمت خود متمایل می کرد. در برابر عبدالملک شامیان را از رفتن به حج باز داشت و با فتوای یکی از آلمان درباری به نام زهری اونها رو به حج در بیت المقدس و تواف پیرامون صخره مسجد الاقصا واداشت. در این مدت اختلافات داخلی بنی امیه و تهدید رومیان و خوارج مروانیان را رو از رویارویی جدی با ابن زبیر باز داشت تا اینکه در سال 72 هجری عبدالملک پس از شکست و کشتن مصعب بن زبیر برادر عبدالله که سپهسالار سالار لشکر زبیریان بود و تصرف عراق حجاج ابن یوسف ثقفی رو برای سرکوب ابن زبیر آزم حجاز کرد. حجاج در زیغده سال 72 هجری با آگاهی از ناتوانی نظامی ابن زبیر و پس از رسیدن قوای کمکی وارد مدینه شد و حاکم زبیری اونجا رو اخراج کرد. وی سپس به سوی مکه حرکت کرد و عبدالله ابن زبیر را در مسجد الحرام محاصره کرد. حجاج ابتدا مانع رسیدن آزوقه به زبیریان شد و در این زمان با منجنیق زبیریان رو مورد حجم قرار میداد که در این حملات سنگهایی هم به کعبه اصابت کرد وضعیت روز به روز برای آل زبیر سختتر می شد و این اوضای سخت در کنار اعلان عف عمومی حجاج سبب شد یاران ابن زبیر و حتی دو پسر وی خبیب و حمزه هم برای حفظ جان خود تسلیم مروانیان بشن به گزارش زهبی در تاریخ الاسلام عبدالله ابن زبیر سرانجام پس از جنگ با سپاه شامیان به دست مردانی از بنی سکون و بنی مراد کشته شد در این نبرد دویست و چهل نفر همراه ابن زبیر بودند که همگی قتل عام شدند و خون برخی از اونها تا درون کعبه هم جاری شد. حجاج پیکر ابن زبیر رو تا یک سال از پا آویخت که سرانجام به خواهش مادر عبدالله اسما پیکر وی رو به مادرش دادند و اسما هم پیکر عبدالله ابن زبیر رو در قبرستان حجون مکه به خاک سپرد. با مرگ عبدالله ابن زبیر کار خلافت نوپای بنی زبیر هم برای همیشه به پایان رسید ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومد حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید خیلی زود با ویدیوهای جدید برمیگردیم پس حسابی مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدار